به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. امرالله صالح. طالبان در برابر سوال آیت مذاکره کننده آب می شوند. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری می گوید که محتویای گروه طالبان عقم و ژرف ندارد و این موضوع در مذاکرات بین الافغانی برملا می شود. و می افزاید که طالبان در برابر سوال آب می شوند و از این رو هر پرسش را با اسلامی باشد پاسخ می دهند. آقای صالح دوشنبه 31 سنبله در مراسم گرامی داشت از روز جهانی صلح صحبت می کرد. گفت که گروه طالبان برابر پرسش های اعضای آیت گفتگو کننده دولت افغانستان هیچ پاسخ ندارد و آب خواهد شد. او افزود که گروه طالبان قصد داشت تا فرهنگ مولانا سمیع الحق و مولانا فضل رحمان دو ملای پاکستانی را در افغانستان پیاده کند، اما موفق به این کار نشد. معاون نخست ریاست جمهوری گفت که آقای صالح گفت که طالبان با رفتارشان فرهنگ زنان و مردم افغانستان را تحقیر کردند. او تصریح کرد در دوره طالبان بیشترین داد را مردم فقیر دیدند، با وزرا و مقامها فرار کردند، مردم فقیر را شلاق زدند. در آن زمان ده ها هزار دختر به نکای اجباری درآمد، سر مردم مسلمان نماز اجباری خواندند، فرهنگ ستیزی کردند، به زنان بدون محرم اتهام رابطه نامشروع بستند، جایگاه افغانستان را در جامعه پایان آوردند، عشر و زکات گرفتند و حکومت اندیولی را انداختند. این مقام ارشد دولت افغانستان در ادامه گفت که تشکیلات طالبان استوار به اندیولی است و به همین ترتیب محکمه، اقتصاد و حتی رهایی زندانیان طالبان هم استوار بر رفاقت است و این گروه چیز به نام حاکمیت قانون را نمیشناسد. او افزود که اکنون طالبان یک فرمانده این گروه را در ولسوالی خوجغار ولایت تخار متهم به تجاوز جنسی است. با آنکه تجمعهای اعتراضی جریان دارد محکمه نمی کنند. او همچنین اضافه کرد که گروه طالبان برای 3 سال دست داشتن در انفجارهای چرایی زنبق کابل را که منجر به کشته شدن 250 نفر و زخمی شدن بیش از 700 نفر شد انکار می کردن. ولی در نهایت تا زمانی که عاملان این انفجار آزاد نشدند، طالبان حاضر به مذاکرات بین الافغانی نشدند. و گفته او حکومت این حادثه در پرونده جرمی طالبان شامل شده است. اشرف غنی: برای ادغام 120 هزار جنگجوی طالب پس از صلح برنامه داریم. اشرف غنی رئیس جمهور میگوید که دولت افغانستان برای ادغام 60 تا 120 هزار جنگجوی گروه طالبان پس از برقراری صلح برنامه دارد. آقای غنی این سخنان را امروز دوشنبه 31 سنبله در مراسم به مناسبت روز جهانی صلح بیان کرد. او در سخنرانیش تاکید کرد که صلح خواست همه افغان هاست، اما برقراری آن بدون همپذیری، قربانی و اگنو سازش ممکن نیست. او گفت که سیاسون و مردم را به حوصله‌مندی فرا خواند و گفت که طالبان از خدا می خواهند که ما از میز مذاکره کنار برویم. و گفته او دنیا در حال حاضر در کنار افغانستان استاده است، اما گمشده کشور ثبات سیاسی است. مذاکرات میان آیت طالبان و دولت افغانستان هفته گذشته در دوحه افتتاح شد، اما با گذشت 10 روز دو طرف روی آجاندا و اصول مذاکره به توافق نرسیدند. اشرف غنی در نشست امروز همچنین گفت که در جریان مذاکرات نباید دخالت از طرف کسی صورت گیرد. او گفت که باید مذاکره کننده افغانستان اجازه داده شود تا بتواند به نمایندگی از جمهوریت به راحتی مذاکره کند. رئیس جمهور گفت که افغانستان کشور نیست که در آن اراده یک فرد و یک گروه خاص تحمیل شده بتواند. او در عین حال بر قانون محوری تاکید کرد و گفت که آینده ما باید قانون محور باشد. و افزود بدون شیوه قانون تغییر در قانون اساسی افغانستان آمده نمیتواند. هر تغییر در قانون اساسی از راه انجام خواهد شد که در قانون پیبینی شده است. دکتر عبدالله خواستار آغاز نشست مستقیم آیت‌های دولت و طالبان در دوحه شد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از آیت‌های گفتگو کننده دولت افغانستان و طالبان میخواهد تا به صلح باوربند باشند و هرچی زودتر نشست های مستقیم را آغاز کنند.
آقای عبدالله که دوشنبه 31 سنبله در مراسم بزرگداشت از روز جهانی صلح صحبت می کرد، همچنین خواستار برقراری آتش‌بس یا کاهش خشونت از سوی گروه طالبان شد. او افزود که گروه طالبان باید کار کنند که امید مردم نسبت به برقراری صلح خشدار نشود. عبدالله عبدالله گفت و طالبان می گوییم وقتی که می خواهید مسئله حل شود بروید به سوی آتش‌بس یا کاهش خشونت. حداقل مردم باید احساس کنند که دو طرف تعهد به پایان جنگ دارند. دولت که همیشه آمادگی داشته، طالبان هم باید به این خواست مردم تمکین کند. به گفته او در صورتی که صلح در افغانستان برقرار شود، جامعه جهانی نیز کمک‌هایش را بیشتر می کند و این کار سبب خواهد شد تا کشور از وضعیت بهتر برخوردار شود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی همچنان تاکید کرد که شرایط افغانستان فرق کرده و دستاوردهای نزد سال گذشته به هیچ وجه از دست نخواهد رفت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی جانب دیگر گفت که در حالی که مذاکرات جریان دارد، در گفتار باید جانب احتیاط رعایت شود. خواسته های طالبان، 5 وزارت کلیدی، ارتش و یک نظام اسلامی. مذاکرات رسمی دولت و طالبان در دهه جریان دارد. هنوز دو طرف خواسته های اصولی خود را رویارویی همدیگر مطرح نکردند، اما تقریبا مشخص است که کدام طرف ها چی می خواهد. دولت افغانستان بارها ادعا کرده که جمهوریت، قانون اساسی، نیروهای امنیتی و دستاوردهای 18 ساله غیر قابل معامله هستند و این ظرفیت را دارند که طالبان را در درون خود هضم و ضبط کنند. طالبان اما از همان ابتدا تصریح کردند که نظام اسلامی می خواهند، خواسته هایی که نخستین معنا و پیامد آن این است که نظام کنونی اسلامی نیست. این خواسته طالبان در عین حال نگرانی های گسترده ای را برانگیخته است، زیرا بیم آن می رود که هدف آن احیای رژیم امارات باشد، گرچه طالبان ادعا کردند که اسم برای آنها اهمیت ندارد و شاید دو طرف روی نام مثل دولت اسلامی توافق کنند. اما آنچه مسلم است این نکته است که آنها از اصول و ارزش های آدیدیتیک خود نمیگذرند و در صدد اعمال و تحمیل آن هستند. در همین رابطه به تازگی برخی از اعضای ارشد ایت طالبان گفتند که حداقل باید 5 وزارت کلیدی به این گروه داده شود و جنگجویان طالب نیز به ارتش مدغم شوند. این گروه از اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه در گفتگو با شبکه خبری CBC آمریکا نظام کنونی افغانستان را فاسد خوانده و گفتند که این گروه خواستار سهم قابل ملاحظه در حکومت آینده هستند. یک آرزوی برجسته طالبان به این شبکه گفته است که حداقل باید 5 وزارت کلیدی به این گروه داده شود و جنگجویان طالب نیز به ارتش در زیر چتر یک نظام اسلامی مدغم شوند. سپاس که تا ایندم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را دنبال و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.